چه برنامه های جذابی. ممنون که همچنان بیننده ویژه برنامه کارآفرینان هستیم. الان در خدمت مدیر و مؤسس مجموعه فرهیخته بلند دیزاین استودیو هستیم، سرکار خانم آزاده گرشاسپی، یکی از کارآفرینان خیلی موفق که از دبی کار خودشون شروع کردن و امروز در ونکوور دارن محصولات خودشون رو به منصه ظهور میذارن و پروداکت هایی که دیزاینرها و طراحای مختلف کار میکنن. خودشون یک سابقه ای دارن در حوزه اینتریور دیزاین و خیلی هم موفق هستن. آزاده جان خیلی خوش آمدید. مرسی، ممنونم. مرسی از شما. بزرگواری. به عنوان اولین سوال میخوام بپرسم ایده مجموعه که ایجاد کردین از کجا شکل گرفت و چی شد که این شد؟ عرضم حضورتون که من خب شغلم اینتریور دیزاین هستش و کمپانی بر اساس این تشکیل شده و دیزاین استودیو هستش که ما پروژه‌های مختلفی انجام میدیم. خب به خاطر پروژه‌هامون با آرتیست‌های مختلف و دیزاینرهای مختلفی کار می‌کنیم، پروداکتور رو همیشه سورس می‌کنیم. در اینچه چشممون همیشه به دنبال اون جواهرای مختلف تو کشورها و شهرهای مختلف، به خصوص خب کشورمون ایران، و این باعث شد که من بتونم کیوریت کنم کارهای مختلف و آرتهای مختلف و اینا رو توی یه پلتفرمی توی وبسایتمون و به صورت پاپ اینا رو عرضه بکنم. حالا اینجا اینونتوری داریم؟ بله بله. پس یعنی هر کس بخواد این محصولات رو بخره یا بعد وبسایت یا اینستاگرام یا در واقع؟ بله، من میگم همینجوری که گفتم، معمولا هر فصل برای عید نوروز، برای تابستون، برای مناسبت‌های مختلف ما سعی می‌کنیم یه ایونتی برگزار کنیم یا توی ایونت‌های مثل دیوان شرکت بکنیم که همه با محصولات جدید آشنا بشن و کلکسیون جدید رو ببینن. خیلی عالی. مزیت رقابتی مجموعه شما و مجموعه دیگه چیه؟ چی خواسته توی این مجموعه؟ چیزی که خواسته اینه که اولا که از چشم یک دیزاینره، به خاطر همین شما هر پروداکتی که دارین از من میخواییم، من حتما بهتون میگم که چجوری بذارینش، کجا بذارینش و چجوری استایلش کنید. و دومی که یعنی نسخه طراحیش هم داره. بله بله، با داستانش بهتون میگم که چجوری دیزاینش کنید. دوم اینه که خب با آرتیست‌های مختلفی داریم کار میکنیم و سعی میکنیم بیزنس‌های کوچیک، خانم‌های ایرانی، شهرستان، خیلی از خانم‌های ما از شهرستان هستن، سعی می‌کنیم بیزنس‌های اونا رو هم ساپورت کنیم. آفرین. روحیه کارآفرینی که داشته باشیم اینه که یعنی بتونیم طراح‌ها، کارآفرین‌های دیگر رو بتونیم در واقع کنار هم دیگه داشته باشیم و خلاصه کمک کنیم، یه سینرژی ایجاد کنیم، یه هم‌افزایی با هم دیگه. اگر بخوایم بگیم 5 سال آینده، 4 سال آینده مجموعه شما به جایی می‌خواد برسه، چشم‌اندازش چی هستش؟ اولا که معرفی بیشتر هنرمندای، تعداد بیشتری از هنرمندا و محصولاتشون به سراسر کانادا، آمریکا و کشورهای اطراف حتما، و اینکه ارسال کنیم پروداکت‌ها رو برای اونا و با آرتیست‌های مختلف کار کنیم. دیگه دوست داریم که ساپورت کنیم آرتیست‌های مختلف رو تو زمینه‌های مختلف و هرچه بیشتر کارشون رو عرضه کنیم. خیلی متشکرم. هدیه مجموعه شما به کسایی که دارن بازدید می‌کنن از نمایشگاه، به بینندگان، شنوندگان رادیو دوران، چیکار کنن؟ چه هدیه‌ای شما براشون در نظر چه پروموشنی دارید؟ چیزی که کاری که ما انجام دادیم اینه که سعی کردیم که قیمتایی که برای پروداکتمون انتخاب کردیم بسیار بسیار افوردبل باشه. یعنی ما دو ساله میتونم بگم که قیمتامون رو تکون ندادیم و اصلا دست نزدیم، سعی کردیم ثابت باشه، چون دوست داریم همه بتونن که یه پروداکتی از ما بخرن. یعنی قیمتای ما از 15 دلار شروع میشه تا 150-200 دلار، یعنی رنج قیمتی رو بسیار پایین نگه داشتیم، با اینکه خودمون ساپورت میکنیم کامل آرتیست‌ها رو، ولی از این ور سعی میکنیم که مارجینمون رو بسیار پایین نگه داریم که همه بتونن اون چیزا رو تهیه کنن. پروموشن خاصی نداریم. پروموشن خاصی نداریم، ولی اگر داشته باشیم حتما از طریق شما اعلام می‌کنیم. حتما ما از طریق رادیو تورنج و مجله رسانه‌ای تورنج مدیا معرفی می‌کنیم. حتما. خب آیا در واقع تو سه کلمه رو پرسیدم ازت؟ نه. تو سه کلمه آزاده رو اگه بخواید توصیفش کنی چی هست؟ آزاده، فکر کنم اگه به کسی بگید حتما میگه که همیشه لبخند رو لبمه، همیشه شاد و پر انرژی و سعی میکنم انرژی خوب داشته باشم، انرژی خوب به بقیه بدم. انشالله که همیشه لبتون خندون، تنتون سالم و جیبتون پرپول باشه، همیشه اینقدر پر انرژی و قبرا. بهترین توصیه‌ای که تا الان شنیدی تو زندگی چی بوده که بخوای با ما شیر کنی؟ توصیه‌ای که زیاد شنیدم ولی همونجوری که اسلوگانه کمپانیمون هست که Every Design Has A Story، اینه که آدم ها داستان های مختلفی دارن
و همیشه باید به استوری بقیه گوش کنیم. و توصیه آزاده گرشاسپی با به کارآفرینان و بینندگان ویژه برنامه کارآفرینان چیه؟ چه توصیه ای داری بهشون؟ به کسایی که کارآفرینان، به کسایی که دیزاینرن، کسایی که میخوان مسیر رو شروع کنن، مسیری که رفتی، اگر با توجه به تجربه که داری چه توصیه بهشون داری؟ اینکه نترسن، به خودشون اعتماد داشته باشن و برن جلو، راه خودشون رو پیدا میکنن، استایل خودشون رو پیدا میکنن و میتونن اون جایی که دلشون میخواد برسن هستن. خیلی مشکرم. و با توجه به اینکه انتخابات هم نزدیکه، ما یه سنمنده ایرانی هم داریم اونجا و از اون طرف خب کلامی که با ایرانیان کانادا مخصوصا ونکووریا داری، به عنوان صحبت پایانی با دوربین شماره 2 اگر بخوای صحبت کنی با مردم مستقیم از دریچه این دوربین، چه صحبت می‌کنی؟ این شما و مردم خوبه. من فکر می‌کنم چیزی که مهمه اینه که ما هممون اینجا بتونیم همدیگر رو ساپورت کنیم، پشت هم باشیم، ما همدیگه کلابریت بکنیم و همدیگر رو حمایت بکنیم و یه کامیونیتی منسجم و خوب داشته باشیم تا بتونیم که جامعه‌مون رو به بهترین شکل به مردم عرضه بکنیم. پیش برم. خیلی متشکرم از شما. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. متشکریم از شما بینندگان و البته شنوندگان خوب رادیو ترنج که دارن صدای ما رو میشنون و عزیزانی که دارن تصویر ما رو میبینن. سامانه صوتی و پیامکی 604-655-7070 منتظر شنیدن صداهای شما عزیزان و نقطه نظراتتون هستش. ممنونیم از شما که همراه ما هستین. تا برنامه دیگر، بدرود.